تخمین زده می شود که 1.5 میلیون ایرانی تبار در آمریکا زندگی می کنند. اقلیتی رو به رشد که نظرسنجی ها نشان می دهد در انتخابات پیشین ریاست جمهوری بیش از هر زمان دیگری مشارکت کردند. سیاست خارجی دو نامزد در رابطه با ایران چقدر روی رأی این دسته از شرکت کنندگان در انتخابات تأثیر دارد؟ آیا آرای اقلیت ایرانی می تواند سرنوشت ساز باشد؟ بهمن کلباسی گزارش می دهد. ستاد انتخاباتی خانگی در ایالت سرنوشت ساز ویرجینیا. خانم شما فارسی صحبت میکنین؟ می‌خواستیم فقط مطمئن بشیم که شما با 6 نوامبر رأی میدین. ایرانی آمریکایی هایی که با فهرستی از شماره تلفن های دیگر ایرانیان ساکن این ایالت هممیهنانشان را به رأی دادن و حمایت از باراک اوباما تشویق می‌کنند. آنها می‌گویند تبلیغات به زبان مادری در جلب آرای ایرانیانی که انگیزه کمتری برای شرکت در انتخابات دارند یا هنوز بین دو کاندیدا مرددند مؤثر است. ولی فقط یه چیز رو در نظر داشته باشین، هم برای ما ایرانی ها اینجا و هم برای ایران ما خیلی بهتر خواهد بود اوباما. ببینید از موقعی که اوباما اومد سر کار یه چند تا کارهایی که کرد، یکیش مهمترینش اینه که نظام بهداشت، نظام درمانی رو تغییر داد و برای ما ایرانیان که مخصوصا سنمون بالا هست راحت‌تر کرده دسترسی به دوا و دارو و درمان و اینا رو. رامی هم که گفته از روز اولی که میاد سر کار میخواد اینا اصلا برداره. از لحاظ سیاست خارجی هم که میبینید تمام اونایی که دور بوش بودن حالا دور رامنی هستن، صحبت از حمله و این چیزاست به ایران. این فکر نمی کنه به نفع ما ایرانیان باشه. بیژن کیان رئیس سابق شورای ایرانی حزب جمهوری خواه دقیقاً همان دلایلی که بعضی از ایرانیان برای حمایت از باراک اوباما ارائه می کنن را از نقاط ضعف رئیس جمهوری آمریکا می دانن. ببینید من با آقای رامنی رای میدم برای اینکه دید ایشان واقعی‌تر نسبت به مسائل سیاست خارجی و به خصوص در ارتباط با ایران، دید واقعی‌تری نسبت به دولت جمهوری اسلامی که در طول این سالها دروغ گفته و بهش نمیشه اطمینان کرد، دید واقعی‌تری داره. و دوم اینکه هیچ اشکال نداره که هر دولتمندی از ریاست جمهوری با دشمنانش صحبت بکنه، ولی نه با دشمنی که بزرگترین حامی تروریسته در دنیا. در ارتباط با مسائل اقتصاد و مسائل داخلی آمریکا هم سیاست های آقای رامنی به نظر من منطقی تر هست. مثلا همین مسئله بهداشت عمومی که از اون مسائل هست که کوچکتر ماندن دولت به نفع مالیات دهنده است. معبود انصاری نویسنده و استاد دانشگاه که سالها گرایش‌های سیاسی ایرانیان مقیم آمریکا را مطالعه کرده است میگوید نباید تأثیر رأی ایرانیان را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دست کم گرفت. بعد از انتخاب ریاست جمهوری 2008 که اوباما انتخاب شد، یک بررسی آماری انجام گرفت. بر اساس اون بررسی آماری معلوم شد که ایرانیان در صد قابل توجه ایرانی در انتخابات شرکت کردند و چیزی حدود 60% به اوباما رأی دادند. در کالیفرنیا یقیناً رأی ایرانیان زیاد تاثیرگذار نخواهد بود. میمانه در دو ایالت دیگری که رقابت انتخابانی بین دو نامزد خیلی شدیده و وجود هر اقلیتی در اونجا تاثیرگذار خواهد بود. حالا در این دو ایالت به خصوص در ویرجینیا، شهرهای دانشگاهی در نسبت قابل توجه نسل دومی های ایرانی در اونجا هستند. نسل دومی ها هم بنا به تفکر سیاسیشون، بنا به موضوعاتی که دارن در گذشته نشون دادن که بیشتر به اوباما رأی خواهند داد. اینه که به نظر میاد با توجه به این هیجانی هم که میان ایرانی ها در ویرجینیا و فلوریدا هست برای انتخابات، باید منتظر بود که رأی اونها تاثیرگذار باشه در نتیجه نهایی انتخابات. تأثیری که این شهروندان امیدوارند با همراهی نسل دومی ها به نفع نامزد آنها تمام شود و وزن سیاسی ایرانیان آمریکا را در معادلات سیاسی این کشور افزایش دهد. بهمن کلبوسی، BBC، ایالت ویرجینیا.